سلام، من سینا ولی‌الله هستم و به مدت یک ساعت میهمان شما. این هفته میخوام در مورد رژیم باهاتون صحبت کنم. میخوام برخی از مسائل و واقعیت های پشت پرده رژیم رو براتون برملا کنم. میخوام براتون بگم که این رژیم چجوری پدر یه در در برده و یه در از هستی ساقط کرده. هموطن، این رژیم دارم راجع به رژیم غذایی صحبت میکنم. اینکه چی بخوریم چی نخوریم، من همین حرفای خاله زنک چیز صحبت خاصی نکردم. من که حرف خاصی نبود، چیز خاصی نبود. من به خدا از من حرفی ندارم، من نوکر همه تونم هستم، من کوچیک همه تونم و این فیسبوک و توییتر و اینستاگرام در خدمت شما، هشتگ هم که هست. من چی کاره باشم که بخواهم از نظر تئوری ما دو نوع رژیم داریم، رژیم چاقی و رژیم لاغری. رژیم چاقی یعنی اینکه چی بخوریم که چاق بشیم و رژیم لاغری هم یعنی اینکه چی نخوریم که لاغر بشیم. خیلی ساده. حالا ما با اون رژیم اولیه، یعنی رژیم چاقی، اصلا کاری نداریم. بعضی دیگه نمیدونم واقعا چجوری بگم، به ابتذال کشیدن اصلا، یعنی همه چیو. رژیم چاقی اصلا یه رژیم کاذبیه که یه عده آدم لاغر و بیدرد و نمیدونم واقعا مرفه بیدرد از خودشون در آوردن که یعنی ما مثلا میخوایم چاق بشیم اما هر کاری میکنیم نمیتونیم. مثل اینه که یکی بگه مثلا من میخوام زیگیل درارم، بعد هر کاری میکنم در نمیاد. آخه چاق شدنم شد کار عزیز دلم، یا چیزیه که تو بخوای بخوای بشی؟ اصلا کاری داره چاق شدن که متخصص تغذیه حالا بخواد رژیم چاقی به کسی بده؟ یه ماه هر روز شام و نهار تشریف ببرید همبرگر بخورین با سیب زمینی سرخ کرده، سس کچاپ هم بریز روش، اینجور دلوپی بخور، تموم شد، چاق شد. اگه نشدی، اگر احیانا وزن اضافه نشد، اگه تغییری در بدنت و در اندامت ایجاد نشد، شما تشریف بیارین بخوابونین تو گوش آقای کارگردان ما، چون اونم تازه لاغر میشه، چون اون یه مقداری اضافه وزن داره که به علت اینه که کسی تو گوشش نزده زده، یعنی بود اگر کسی که این کارو میگه حل بود همش. حالا این کار هم دکتر رفتن و برنامه غذایی گرفتن واقعا نداره، یعنی بی خود و بی جد وقتتون طرف نکنید. برای چی این کارو میکنید که مثلا بکوب پام میشید میرین دکتر و برنامه غذایی میگیرید و کلی هم پول نسخه و دیگه نمیدونم ویزیت و از اینجور چیزا میدین که چیکار کنید که چاق شید؟ خب یه پلو من اون قدم نمیگیرم، چقدر میدی دکتر نصفشو بده من. حالا کاری نداره، این آدمای لاغر که اصلا همون جور که از ظاهرشون معلومه، منم جزوشونم، خیلی آدم حسودیان. پیش خودشون گفتن که این رژیم که میگن معلومه، اصلا اسمش هم معلوم، رژیم چاقی، لاغری، خیلی چیز با کلاسیه، خوبه، اصلا مدم که شده جدیدن و چطور آدمای چاق داشته باشن و ما نداشته باشیم، خلاصه بیکار نشستن، برای خودشون رژیم تراشیدن. و حالا چیکار داریم به کارشون؟ باش آخ اوک قبول ما اعتراض بود، رژیم چاقی هم داریم، میتونیم برین چاق هم بشین، خوبه باریکلا. حالا برین به کاراتون برسین، برین یه مقداری چه میدونم سیب زمینی سرخ کرده و چیپس و ماسموسی رو بستنی و این چیزا بخورید، حله حوله بخورید که یه مقدار بدنتون جون بگیره. برین قربون اون پای لاغر و استخونیتون برم من، برین قربون اون برو دیگه رفتن؟ شما کجا؟ نه شما اینجا. خب واقعا خجالت هم خوب چیزیه و بعضیا واقعا خجالت نمیکشن، یعنی خجالت اصلا توی قاموسشون وجود نداره. آخه رژیم چاقی
خودتون خندتون نمیگیره؟ واقعا که به خدا، یعنی حد و مرز نداره، حد و مرز، آقا حد و مرز از بین رفته. جوونا اصلا یه چیز، وضعیت خرابیه، یک وضعیت خرابیه اصلا. به نظر من این از بحث خارج، نه حالا بذار از بحث خارج نشیم، ولش کن چون مشکلات کم نیست. و بذار به همون قضیه چاقی خودمون، رژیم چاقی، نه نه نه، رژیم لاغری خودمون برای آدم‌های چاق بپردازیم. خوبه؟ خوبه؟ تنوع رژیم‌های لاغری اونقدر ماشاءالله زیادند که ما تو این برنامه نمیتونیم در مورد همشون صحبت بکنیم. بهترین روش برای اینکه بفهمی یه رژیم کارآمده یا نه اینه که ببینی کسی که داره رژیم رو در واقع توصیه میکنه خودش در چه ابعادیه. ابعاد طرف خب خیلی مهمه. مثلا خیلی پیش میاد که طرف از در این استودیوی ما تو نمیاد، مثل کارگردان ما که معمولا از تو اتاق فرمان حرف میزنه، به دلیل اینکه از در نمیتونه تو بیاد. نه در میتونه تو بیاد، بیاد تو، مثلا بیاد تو استودیو میمونه، همینجا به من میگفت همه صحبتایی که داره. و خدمتتون عرض بکنم که برای همین چون از در استودیو تو نمیاد، ولی یه دفعه مثلا آقای کارگر من شوخی کردم، من معذرت عزیزم، من معذرت میخوام، منو میبخشی؟ نه ببین، در بخشش لذتی هست که در انتقام نیست. برام انتقام یادته؟ بله. منو ببخش آقای کارگردان ما مثل خلال دندون میمونه، الله یه ده تو سوراخ کلید هم میتونه تو بیاد، حتی در رو فراموش کنه تو سوراخ کلید هم مثلا اینجوری میتونن بندازنش از این ور بیفته تو. و بعضن اصلا این آقای کارگردانه که خودش اومده از تو این سیم رفته تو گوشه بنده، برای همین انقدر میخوره. ملت کوچولو بودن آقای کارگردان ماست. یه موقع فکر نکنید مثلا آقای کارگردان انزی میزه، نه نه. بعد خدمتتون عرض بکنم که به هر حال این افرادی که مثلا آقای کارگردان ما جزوشون نیست، از در تو نمیان، یه رفیق میاد میگه که من یه رژیم مخصوص بلدم که دستور عملش رو توی خواب از خود دکتر اتکینز گرفتم، معجزه میکنه، معجزه. خب ببین این آدم ها آدم های بدی که نیستن، که منظور بد و هدف بدی هم که ندارن. اینا رو سعی کنید مثلا دوست داشته باشید، مسخرهشون نکنید، مثلا با مشت و لگد تو دک و دهنشون نزنید، هولشون نزنید، هیچ کاری نکنید. وقتی دارن راجع به این رژیمشون با آب و تاب صحبت میکنن، شما فقط مثلا روتون رو بکنید و برید با لبخند. خیلی ساده است. اما رژیم های لاغری که ما میخوایم تو این برنامه صحبت بکنیم در موردشون، از نظر کلی به دو بخش تقسیم میشن. یک اینه که هر چی میخوای بخور، ولی این ولیه خیلی مهمه. و دومیش اینه که فقط هر چی من میگم بخور، ولی هم نداره. دسته اول خیلی پرطرفدارن. این جمله هر چی میخوای بخور اونقدر جذابیت داره که 99% از رژیم گیرنده ها رو به خودش جذب میکنه. اینجوری میچسبه به قضیه، به رژیمه. خیلی مثل آهن روبا میمونه، اینقدر جذابیتش بالاست. مثلا یه رژیمی هست که میگه هرچی دلت میخواد بخور، ولی از ساعت 6 بعد از ظهر به بعد هیچی نخور. خب پیروان این رژیم عموما همگی بالای 110 کیلو هستن، و علتش هم اینه که از صبح زود که این افراد بیدار میشن و شروع میکنن به خوردن، تا ساعت 6 بعد از ظهر تقریبا هرچی گیرشون میاد رو میچپونن توی حلقومشون، و نزدیکی های ساعت 6 بعد از ظهر دیگه چشا سیاهی میره و یه خورده تلو تلو میخورن و به کما میرن در واقع. و وقتی چش باز میکنن باز دوباره صبح شده و روز از نو، روزی از نو. بعضی از آمارها البته نشون دارن که مخترع این رژیم با این شیوه بدی خودش حدود 30% آمار چاقی رو کاهش داده در جهان، که البته تایید نشده است، ولی کلا نه اینکه آمار، اصلا آمار افراد چاق رو در جامعه کاهش داده، به دلیل اینکه کشتتشون، یعنی نابود کردیم بیچاره ها رو. در شب اول خونه مازیار بودیم با سالاد مخصوص سراشبه است. خب بچه ها بفرمایید شام. بارم خوشتون بیاد دیگه از غذا. آب سرخ کردنی که نداریم. نه این همه چیز آب پزه، دست و پختش هم مامان انجام گرفت. بخورم مطمئن نخوشید. خیلی سالم غذا. خیلی غذاش اصلا خوشمزه نبود. خیلی هم سنگین بود. واسه همین دو میدم. خیلی خوب بود. برای همین بهش نمره 10 میدم. در شب دوم خونه لیزا بودیم که خورش کرفس درست کرده بود، البته بدون برنج و بدون خورش، فقط کرفس گذاشت رو جلوی مهموناش.
بفرمایید. خیلی زحمت کشیدین. مرسی. چقدر خوشمزه. خواهش میکنم. امشب خیلی خوش گذشت. تزیین غذاشون هم خیلی خوب بود. واسه همین من تصمیم گرفتم نمره 7 رو بهشون بدم. غذاش خیلی چرب بود. من 2 میدم. و شب آخر خونه سحر بودیم. این الان غذاست؟ بفرمایید شام. دستتون درد نکنه. از شب اول میگفتی غذات خوشمزه است. فکر نمیکردم به این خوبی باشه. مرسی. میشه یکم واسه من کم کنی؟ خیلی زیاد کشید. نه بخوری نوش جان. نوش جان. ببخشید من سیر شدم ولی خیلی خوشمزه بود. دستتون درد نکنه. خیلی ممنون. نکنه خوشتون نیاد. نه خیلی خوشمزه بود. مرسی. خیلی خوشمزه است. خیلی غذاشون خوشمزه بود، خیلی خوش گذشت، بهشون نمره 10 رو میدم. با اینکه یکم غذاشون خوش نمک بود ولی نمره 10 رو بهشون میدم. الان این برنده شد؟ واقعا این برنده شد؟ اما مسابقه این ماه برنامه چند شنبه، مسابقه‌ای که ما شکلش رو تغییر دادیم و قراره هر هفته ویدیوی برنامه که رفت روی صفحه فیسبوک بنده، صفحه فیسبوک بنده سینا ولی‌اللا، لینک یوتیوب برنامه که رفت اون بالا، اون همون در ابتدا در به عنوان تیتر پست، من یک سوال رو مطرح میکنم که همون سوالیه که در واقع در هفته قبل مطرح شده. سوال عوض نمیشه، سوال تا آخر ما همونه. ویدیوی یوتیوب هر هفته با توجه به هر اپیزود جدیدی که روی آنتن میره لینک یوتیوب عوض میشه دیگه. اون لینک یوتیوب رو هر هفته شیر میکنید، جواب رو هم که همون سوال اولیه است که قبلا پرسیدیم دوباره زیر ویدیو مینویسین. البته جواب درست دادن مهم نیست، مهم فقط مشارکت و شرکت در این مسابقه است. یعنی فکر نکنید احیانا کنکور پزشکی دانشگاه تهران مثلا قبول شدید اگر جواب درست داده باشین یا غلط داده باشین، مهم نیست. جواب درست یا غلط دادن مهم نیست، مهم فقط شیر کردن این 4 تا ویدیوست و حالا شرکت در این قرعه کشی. جایزه هم که دیگه به کسی میرسه که این 4 تا ویدیو رو در طول ماه، یعنی 4 بار ویدیوهای مختلف 4 تا اپیزود رو، 4 تا قسمت رو شیر کرده باشه. جوابم حالا دادین که خدا خیرتون. اما بخش اون برای آبگونه، بریم اون برای آب ببینیم برای بچه های خارجکی ما، ماها نه، خارجکی همون چه کارهای جالبی کردن و بچه ها چی انتخاب کردن برای این هفته. I do. Well, here we are. Now, what's the deal? Yeah. We are playing head-to-head beer pong. Yeah. We've changed the rules. Tonight is red wine with ice pong. Can I try mine first just to see? I want to make sure I'm getting the red wine. What? No, that's not how it works. I can't have it now? No, you're supposed to get it when you lose. Supposed to get it when you lose. Oh, I'm sorry. You should. You don't drink it for fun. You drink it because it's punishment. Sure. No, you're bad. That's what you drink. No, please. It's one of those. No, then you wait. You wait. Okay. You calm down, you crazy wino. Can I take my shoes off? No, yeah, of course you can. You can do whatever you'd like to do. Please, musical, shoes off, music roots. I want to shoes off. Come on, this is Diane Keaton. Okay, okay. All right, here we go. What about my sleeve? You have matching cute toenails as well. They're plaid as well. All right, yeah, here we go. Okay. Now, the rules are simple. We'll take turns, one shot each. If the ball lands in your cup, you chug the wine. Okay? If it lands in my cup. That, if I throw the thing and it lands in your cup. What happens in yours? If it lands in mine, I'll chug the wine as well. So you're gonna drink too? Yeah. No, I'm not actually. You're gonna drink. Here we go. First of two wins. Okay. Diane, you go first, please. I'm over here. You're on that side, yeah. Are you sure? Yeah, this is fantastic. Okay. It's like, it's ping pong, it's drinking, it's fun. Okay, who's first though? Who goes first? Please, ladies first. Okay. No, you don't throw that. I'm sorry, that was mean. That was vindictive. Oh, I'm sorry. It was a lot of anger in there, a lot of anger in there. Okay. Like this, let me show you, ready? Okay. No, Diane! Don't catch! No! Unbelievable, I'm so mad! I win the game! No, you didn't win yet, you almost lost, but that was
actually, you almost, you basically won because that was cool. You're a bad loser. You're a bad loser. I am a bad loser, but I'm a bad, I'm winning, though. All right. Do I drink all of it? No, go for it. Not yet. Diane, stop drinking the wine. Keep playing the game. Don't give the rules. They don't need any. Trust me. They're fine. No, please. They're good. They're good. I got to say, I like them. No, I know. I know you do. You told me you liked them. All right. You have to throw. You have to throw. My turn? Yeah. Stop throwing it at me. Stop it. That's not how you play beer pong. Sorry for losing. The winner, Diane Keaton, everybody. یه نوع دیگه ای از رژیم در همین دسته هست که بر پایه میزان کالری دریافتی افراد بنا شده. شعارشون هم اینه که هر چی دوست داری بخور، یعنی این شعار این کسایی که این رژیم رو ارائه میدن، هر چی دوست داری بخور ولی مثلا از اکس کالری بیشتر نخور. اون عدد ایکس هم دیگه بستگی به کرم آقای دکتر و ظرفیت شخص رژیم گیرنده داره دیگه. در این روش شخص برای اینکه بتونه طبق این رژیم عمل بکنه باید یه جدول کالری مواد غذایی مختلف رو همیشه همراه خودش داشته باشه با ماشین حساب و اطلاعات فوق‌العاده بالایی از ریاضی و قبل از خوردن هر چیزی باید بتونه کالری اون رو محاسبه کنه. یعنی اگه من بودم الان مرده بودم از گرسنگی، چون من دو ضرب در دورم تقریبا به زور حساب میکنم دیگه، چه برسه به کالری و جذرومت و این چیزای دیگه. حالا برای اینکه متوجه پیچیدگی این مسئله بشین کافیه که بدونین برای محاسبه کالری یه دونه فلافل که غذای نسبتا ساده و ترکیبی از نخود و پیاز و ادویه و روغن، نیاز به 40 دقیقه محاسبات ریاضی پیچیده است که انتگرال گیری، لوگاریتم های دو مجهولی و مشتق گیری های پی در پی تنها بخشی از این محاسبات هستش. حالا خودتون رو بذاره جایی کسی یه قرار تو مهمونی بشینه و قرمه سبزی و مرصع پلو و کوفته تبریزی که مثلا همچین توش آلو میذارن دیگه، بله توش هم آلوه و دلمه فلفلی هم سر میزه، اینا شما نشستی داری محاسبه میکنی که واقعا بدون اغراق میتونم بگم یک پایان نامه دکترا در رشته ریاضی رو باید تقدیم این آقا بکنی بعد از شام. یک پایان نامه، عنوان تزش هم هست فلفل لرمه‌ای در کنار کوفته تبریزی. اما از این رژیم های ببخشید بچه چی بود؟ گلدون تو سر هم ببخشید بچه ها، چون تو اتاق فرمان درگیری های خانوادگی هم دارن یه مقداری و صدای شکستن اگر اومد از توی گوش من بیرون که دیگه بعد از پاره شدن گوش منه به علت حجم صدا، به علت این بوده که بچه ها درگیری هایی دارن که با گلدون و مواد شکستنی دیگه ای دارن حلش میکنن به امید خدا. و منم اگه مزاحمتون میشم میونه درگیریاتون دارم صحبت میکنم، ببخشید بچه. بله اینا به علت اینکه بچه‌ها رژیم گرفتن احتمالاً یکی داشته از جلو در با یه همبرگر رد می‌شده و این درگیری‌ها ایجاد شده و کاملاً هم منطقیه. من خودم هم اگر می‌بینید که دارم وا میرم الان پشت میز به خاطر اینه که من می‌خواستم این برنامه این هفته که راجع به رژیم غذایی رو پوستم، مثلا می‌خواستم خیلی زیرپوستی براتون اجرا بکنم، رو پوستم می‌خواستم بشینه این قضیه. برای همین در طول هفته گذشته با چند تا از بربچه‌های بیافرا و مناطق خیلی سخت از لحاظ دسترسی به مواد غذایی زندگی کردم و نه اینکه بتونم کسی رو پیدا کنم که رژیم بگیره، چون معمولا بچه‌ها رژیمو میگیرن ولی بعدن میرن هر کاری که میخوان میکنن توی یخچال و پشت یخچال. من مجبور شدم برم به جایی که قشنگ گرسنگی و فشار تو وجودم بشینه. مثل کدوم بازیگر بود رفته بود پارک دانشجوی 6 ماه مونده بود با برای بچه‌های زحمتکش اونجا که این اعتیاد توی وجودش رخ نکنه، بعدم دیگه از بازیگری کلا استفاده داد، الان چیز شوراباده خدمت رو عرض کنم. حالا این نو رژیم ها، یعنی رژیم های هرچی میخوای بلنبان ولی که ازشون بگذاریم، میرسیم به رژیم های نوع دوم که دستورالعمل های غذایی مشخص و تعیین شده ای دارن. معروف ترین و البته موثر ترینشون رژیم پروتئینه.
در این رژیم شخص رژیم گیرنده از خوردن هر چیزی جز گوشت و پروتئین منع میشه و از اونجا که دیگه در دسترسترین منبع پروتئین برای انسان گوشته، خب برنامه غذایی طرف یه چیزی میشه شبیه مثلا شیر باغ وحش. مثلا صبح مثلا البته بیف استراگانوف به شیر نمیدن بخوره، ولی خب گوشت میدن میخوره. ساعت 10 دوباره مثلا 4 تا فیله درسته گوساله میدن میخوره بدون لیمو و مواد غذایی. دیگه نهار یا به قول آقای کارگردان ما نهار، یه نصف سینه بوقلمون میدن همراه با نصف شترمرغ. عصرونه هم نیم کیلو ژامبون گوشت 98% میدن با چای شیرین بخوره و پنیر. و شام هم که بره درسته شکم پره. و خب طبیعیه که 98% از رژیم گیرنده ها به علت اینکه مثلا پادشاه عربستان نیستن، واسهشون خب نمیرسه که بخوان هر روزی که چنین چیزهایی رو تناول کنن. و چون به غیر از این اقلام پروتئینی شدیداً از خوردن چیزهای دیگه منع شدن، عملا به سرعت وزن کم میکنن و دیگه به ملکوت اعلا میپیوندن که به هر حال خب بازم این شرایط نهایی رو میسر میکنه. یعنی باز دوباره درصد چاقی و افراد چاق در جامعه کاهش پیدا میکنه، ولی دلیلش چیز دیگه است، نه اینکه اونا لاغر شدن. رسیدیم به بخش ارسالیجات. محبت ها و هنرنمایی ها و خلاقیت های دوستان که ارسالش کردن به ما، نه به جات. ارسالیجات ارسال شده به ما، به در واقع به یه جای ما که اونجا کجاست فیسبوک میکنه. و خدمتتون عرض بکنم که یا ارسالش میکنن به یه جای دیگه ای که آقای کارگردان در جریانه و ایشون به ما ارائه میده، میاد میگه اینا رو مثلا ارسال کردن به اونجا. و بیشترم عکس و ویدیوه. ما هم به صورت تصویری این هنرنمایی ها رو نشون میدیم هر هفته. بریم ارسالیجات این هفته رو ببینیم که بچه ها چیا فرستادن و چی کارا کردن. بیا جلو. کارگردان من یه سوالی ببخشید، کسی مدادا رو میخوره؟ چون ما وقتی این برنامه رو که شروع کردیم این مدادا فکر میکنم بیشتر از 100 تا بود، الان کلا من سرجم بزنم اینا مثلا شاید 30 تا باشه. من دیده بودم چند تا بیننده هم اشاره کردن مدادا کم میشه. فکر میکنم یکی از بچه هایی که اینجا رژیم غذایی گرفته و حبسش کردن تو همین استودیو، وقتی ما میریم میاد مدادا رو میخوره. یه رژیم غذایی دیگه من خودم اضافه میکنم، رژیم غذایی مداده که بچه ها میخورن شاید که به نتیجه برسن. حالا به هر حال این مدادا کم شده و هر کی خورده بیاره پس بده. گفته باشم من دیگه فکر می‌کنم از برنامه‌های بعدی مداد یه رنگ دیگه بذارم، سرش هم سیانور بذارم که اگه کسی اومد هم کرد تو دهنش یا هم خواست بخوره بدونه که عواقب خوبی نخواهد داشت. حالا یه وقتایی هستش که تو این برنامه‌های رژیمی یه چیزایی رو ما بهش برمی‌خوریم که مبهمه، آدم بلا تکلیف می‌مونه. مثلا اینکه یک کف دست نان که توی اغلب رژیم ها شده واحد اندازه‌گیری مصرف نان، این خودش خب ابهام داره دیگه. اولا که چه نونی؟ نون لواش ما داریم که تو نور بگیری کاملا اون برش معلومه. و یه نونای دیگه ای هم داریم که خب 30 سانت کلوفتی داره و در واقع این تفاوت اندازه، یعنی نان با نان فرق میکنه یا نون با نون در واقع. حالا از نون که بگذاریم، اون اصل قضیه اینه که حالا چه کف دستی؟ مثلا کف دست خود بنده را اگر در نظر بگیرین خودش یه نون بربریه کامل. و من خانواده خودم رو با همین معیار کاملا خرج و مخارجشون رو میدم، میرم میذارم تو نونوایی بر اساس همین نون میگیرم میام و ما تا یک ماه میخوریم. اینجوریه. کدوم کف دست؟ حالا من اگر صبح بخوام، صبح به صبح، یعنی یکی اگر صبح به صبح بخواد یک کف دست نون بخوره، نه کف دست من البته، چون اگه کف دست منو بخوره که میتره که آخر هفته، ولی اگه مثلا کف دست برای بچه های دیگه ای که من میشناسم دستای طبیعی تری دارن نسبت به دست من، بخوان به اندازه اون کف دست نون بخورن، سر ماه دیگه امیدی به زندگیشون نیست. یا خیلی وقتام توی برنامه‌های رژیمی
یک واحد میوه رو در نظر میگیرن، میگن یک واحد میوه. این چیزی که باهاش خیلی روبرو میشن توی رژیم که دریافت میشه از طرف دکتر. یه واحد میوه یعنی یه دونه میوه. خب آلبالو هم میوه است، هندونه هم میوه است. حالا اگه فقط کالری تخمه های توی هندونه رو بخوایم حساب بکنیم، اندازه 4 تا صندوق آلبالو کالری داره و خب باز دوباره این مشکلات دیگه ای رو ایجاد میکنه. ببین همش زد و نقیض این رژیم و رژیم غذایی، هیچ چیز ثبات نداره. من اینجا دارم بهتون نشون میدم که چی خوبه چی بده و در واقع میشه گفت راهکار دارم بهتون نشون میدم، راه رو روشن دارم براتون میکنم. حالا هی برین دکتر، هی بی خود و بی جد پول بدین، پول ویزیت بدین، من دارم بهتون میگم دیگه، پولم تازه بهم نمیدین. حالا اگر میخواین شماره حساب من هستش کاریانو محبت کن به جای این هشتگ و این هشتگ ها رو بردار، چون این بچه ها که این هشتگ ها رو از جزیره گنج تقریبا میشه گفت راحتر از این هشتگ ها معماش حل شد. جزیره گنج مال ژول ورن بود؟ منم فکر میکنم چون بچه هایی که از لحاظ کتاب خوندن و مطالعه رژیم گرفتن و به هیچ عنوان سمت کتاب و مطالعه و این چیزا نمیرن، منم اگر میرم اسم نویسنده رو نمیخونم، واقعی کتابه رو میخونم. خیلی خب آقای کارگران، یه سری به اتاق فرمان بریم ببینیم چه خبر، بچه هایی که کتککاری کردن کدومشون زنده موندن که بتونیم باشون ادامه بدیم. برمونم منم یه قلوب آب بخورم که تمنه میکنم. دیگه همه اونایی که اهل رژیم گرفتن هستن میدونن که بعضی مواد خوراکی کالری منفی داره، یعنی اونقدر سطح انرژی اونا پایین ازش که انرژی رو که بدن برای هضم کردن اونا صرف میکنه بیشتر از انرژیه که اونا قراره به بدن بدن. مثلا چیزایی مثل کرفس و کاهو و دیگه نمیدونم گریپ فروت و اینجور چیزا. این وسط یه دی زرنگن، صبح میرن کله پاچه رو میزنن به بدن، شب برای اینکه سطح کالری دریافتی بدنشون متناسب بشه دو تا مثلا کرفس درسته رو میخورن که منفیای این مثبتای اون رو از بین ببره، با خودشون بی حساب شن مثلا. اما خیلی ها هستن که اصولا بدنشون به رژیم جواب نمیده، یعنی روشو میکنه اونور میره. اینا به طور عجیبی مستعد چاقی هستن، یعنی ولشون کنی همین بشونشون روی این مبل بری یه دقیقه دو تا چای بریزی بیای میبینی یارو 4 کیلو چاق شده. این افراد ادعا میکنن حتی آب هم که میخورن چاق میشن. حالا ما کاری نداریم، ولی این افراد احتمالاً منظورشون از آب در واقع آب کله پاچه بوده، وگرنه آخه کی دیده که کسی آب بخوره و چاق بشه؟ یا بعضن این دوستان آب میخورن ولی نمیگن، که میگن ما آب بخوریم چاق میشیم، ولی نمیگن که قبل از آب تقریبا میشه گفتش که یه یخچال رو هم خوردیم و دلیل اینکه چاق شدیم آب نیست، در واقع آب هضمش کرده یا فشارش داده بره پایین. حالا باز وارد این جزئیات نمیشیم، عرض بنده اینه که بعضیا به هر صورتی که هست رژیم و این چیزا روشون جواب نمیده، با روحیاتشون سازگار نیست و در این جور مواقع باید رفت سراغ راهکارهای دیگه، راههای میانبر. و شکر خدا تا دلتون بخواد برای لاغری راه میانبر وجود داره. فقط کافیه ماهواره رو روشن کنید و تبلیغات بعضی از این شبکه ها رو ببینید. از پودر و کرم و قرص و آمپول هست برای لاغری تا گن و ویبراتور و لیپوساکشن و دیگه نمیدونم لارجر باکس، نه لارجر باکس که به درد یک کار دیگه میخورد، بله خب بعضا کمک هم میکنه، استفاده مکرر از اون ممکنه لاغر هم بکنه، به هر حال ممکنه اونم جزء وسایل لاغری بفروشن. جالب این که همشون هم نتیجه هاشون این همه، یعنی 5 تا 10 کیلو لاغر میکنن در عرض 2 هفته، اونم بدون عوارض و البته بدون بازگشت. بازگشت منظورم بازگشت کسی که داره مصرفش میکنه به این دنیاست، چون دیگه هیچ بازگشتی درش وجود نداره. سیستم معرفی این محصولات هم اینجوریه، اول یک آدم چاق و کچل رو نشون میدن و گوینده شروع میکنه به تضعیف روحیه طرف و گفتن این که آیا از اندام گلابی شکل خود رنج میبرید؟ آیا از اینکه هر جا می روید این شکم بی صاحب را با خودتان این سو و آن سو بکشید در عذابید؟ آیا می دانستید خیلی زشت و بی قوارید و بیشتر به بشکه‌ای شبیه هستید؟ و بعد که خب طرف رو کاملا کردن توی ظرف وایتکس و در آوردن، برمیگردن میگن نگران نباشید، با قرص های لاغری دکتر نازی، و دکتر نازی را نشون میده
در عرض یک هفته 20 الی 30 کیلو وزن کم کنید و به وزن دلخواه خود برسید. با مصرف یک دوره قرص‌های لاغری دکتر نازی که حاوی عصاره یوز پلنگ دوران جوانی خودشان می باشد، اندامی چون یوز پلنگ خواهید داشت. و جالبه که بعضی مواقع طرف بعد از خوردن قرص‌های حاوی عصاره یوز پلنگ اونقدر کهیر میزنه که ظاهرش کاملا شبیه یوز پلنگ میشه، و ولی یوز پلنگ که به شدت اضافه وزن داره و از دور با خرس اشتباه گرفته میشه و بعضا هیچ فعالیت خاصی نمیکنه. اما بخش جالبی جات، بخش جالبی جات، از اون پشت صدای کفتر صدای روح میاد. نه ولی واقعا یه صدایی داره از اون تای استودیوم میاد که فکر میکنم یک نفر داره با بولدوزر وارد میشه. فکر میکنم یه صدای تقوطوکی میومد که ببخشید دوستان، من اگر اومدین بعد از بخش جالبی جات دیدین من نیستم، بدونی که منو با بولدوزر بردن، مثلا از این بر اومده، از این بر منو برده. بخش جالبی جات ببینیم برامون چی انتخاب کردن بچه‌ها. Oh, this all looks so good. I know, I'm so excited. You guys ready to order? Yes. Can I have the vegetable fettuccine with a side of soup? And for you? You know what? I'm also gonna have the vegetable fettuccine with a side of salad. Actually, I'm not that hungry. I'm gonna skip the soup. You know what? I'm actually not that hungry either. No salad for me. Can I have a fettuccine without sauce? Ooh, that sounds great. Me too, please. So you just want noodles and vegetables? Yep, sounds great. Except no noodles. Make mine a half order. Can I get my vegetables steamed, not fried? Take out the broccoli. No carrots. No zucchini. No eggplant. No onions. No diet coke. No water. Oh, this all looks so good. I'm so excited. Yours looks amazing. Dying. It's delicious. Oh, so good. Excuse me, can I get a box for this? F*** Catherine. اما مهمون این هفته، مهمون این هفته یکی از خواننده‌های جوان و با استعداد که در مدت زمان کم به نسبت خواننده‌های قدیمی تونست جای خودش رو تو دل همه باز کنه. چرا؟ من فکر می‌کنم دلیلش این بود که از محل استقرار کفترها مطلع بود، چون با اولین آهنگی که وارد بازار کرد خیلی گل کرد، اسمش هم از اون بالا کفتر میایه بود، شهاب تیام. قربونت برم، من خیلی لطف کردی، محبت کردی، وقت گذاشتی و مرسی. ممنون. مهمون برنامه ما شدی، عزیز دل مایی. از کفترا چه خبر؟ سلام میرسونم. هنوز میان از اون بالا؟ آمارش اینو بلند خیلی وقت ندارم دیگه. دیگه پیگیری نمی‌کنی؟ دیگه پیگیری نمی‌کنم. تموم شد. به قول معروف تر از پل گذشت، یک کفتر رو ول کردی رفت. می‌خواستی فقط وارد این هیته بشی. ولی واقعا کفترا از کدوم بالا میان؟ منظورت کدوم بالا بود؟ سوالت کنکورم بوده فکر کنم. آره، سوال کنکورم یه مدت گذاشته بودن که اگر چهار گزینه زیر سوال کفتر از کدام بالا میآیند؟ بالای کمد، بالای آچت من چیزایی که درست نکردم واسه این کار. اصلا خودم فکر نمی‌کردم که دیگه همچین کاری درست میشه و به بازار میاد و اینجوری سر و صدا میزنه. سر و صدا میکنه. همیشه کارهایی که اصلا روش فکر نمی‌کنی، خودت اصلا راجبش اصلا فکر نمی‌کنه که همچین اتفاقی براش بیفته، یه همچین قضیه براش پیش میاد. ولی این کار رو من اصلا قرار نبود که این کار رو درست بکنی، اصلا جزی از آلبوم نبود. یعنی برنامه آلبوم از قبل خود چیده بودیم، میدونستیم داریم چی کار میکنیم. اینو به عنوان چجوری بگم، بونس مثلا یو همینطوری اصلا این کار خب کاری نبود که من درست کرده باشم، این کار ریمیکس بود. بعد ما اینو فقط اصلا هم نمیدونم خواننده‌اش کیه، اصلا نمیدونم از کجا اومده. فقط افغانی نیست؟ افغانی نیست، نه. این کار همونجوری که شعرش هم میگه از زبان یه ایرانی خونده شده. حالا کی این کارو کرده و این آهنگ لوکال بوده یا خواننده لوکال ضبط کرده چجوری بوده اون رو نمیدونم. ولی به قول اینو آهنگو من شنیدم یه جایی تو مهمونی‌ها بود
پسر خاله ای دارم کارو همیشه میخوند. من موقع خودم خیلی پایین فکر کنم موقع 9 سالم 10 سالم بیشتر نبود. پسر خاله چند سالش بوده؟ جان پسر خاله چند سالش بوده که این میخونده؟ پسر خاله من جوونه. جوونه. نه پسر خاله ما فاصله ببین الان برم تو قضیه خانواده برای تعریف کنم. اول تکلیف کفتر الان داره دندگی شاخه بندی میشه یه جوری. آره اینو میخوند توی مهمونی ها. بعد یواش یواش خب فیلم برداری میشد و موقع خیلی مد شده بود فیلم برداری میکردن تمام مجلس ها اینا. چقدر خوب شد که بله معروفه یه سری خاطرات هم بوده از اون موقع. بعد همینجوری که مرور میکنیم یه آهنگ رو گفت. بعد خواهرم گفت شاقا بین قشنگ ها. گفتم برو ولم کن چه قشنگه یعنی چی از اون بالا کف در میاد ولم کن حرفا چیه. گفت نه به خدا خیلی خوبه این میتونه موفق باشه چیز نوعه یه چیزی میتونی به عنوان یه کار مثلا فانتزی نگاش بکنی. بعد این نشستم روش فکر کردم بعد با پیانوی منم برش کردم بعد کار رفت تو پروداکشن کار که تو پروداکشن رفت و درست شد و ما با شهریت کار میکردم. بعد وقتی که کار شروع شد دموی کار درست شد و من یه دونه اسکرچ به قول معروف روش خوندم بعد دیدیم نه هر کی گوش میکنه یه جورایی داره باش ارتباط برقرار میکنه. هنوز کار نیامده بود بیرون هر کی میشنید میگفتش که یه بار دیگه بذار این کارو منو گوش کنم. عجب چیزی عجب چقدر کلامش اینجوریه باحاله. یکی میگفت نه خوب نیست این چیه داری میخونی. یه مقدار خب سلیقه متفاوت بود دیگه و همین به قول تناقض سلیقه هنوزش هم وجود داره. هنوز خیلی ها میگه آقا خیلی قشنگی خیلی میگه آقا این چی بود خوندی اصلا یعنی چی برای ما توضیح بده منظورت از این حرف چیه. خود منم تا همین الان که اینجا نشستم اصلا نمیدونم چی خوندم. یعنی یه شعری بوده که من شنیدم یه جز اجرا کردیم و من اگه من بپرسی آقا منظورت از این قضیه چی بوده خدا شاهده چی ندارم بهت بگم. علی راست میگی واقعا خدا شکر خوب بود بازیش خیلی خوب بود. از یه جهت ازش راضی نیستم. چیو؟ از یه جهت از این آهنگ راضی نیستم به خاطر اینکه خیلی ها حالا درست جنبه فکاهی داره میگن فلانی هست مثلا کف در بازه فلانی مثلا یه جورایی دوست نداشتم یه همچین قضیه بیاد وارد کارنامه هنری من بشه که بخواد به عنوان مثلا لانگ ترم حالا اگه بخواید نگاهش بکنید طولانی مدت تاثیر بذاره روی این قضیه. حالا شاید برای من به عنوان مثلا یه پله میتونستم بهش نگاه کنم. شاید اون کار باعث شده که من اینجا نشستم. دقیقاً بالاخره یه چیزی توی هر بیزینسی فرق نمیکنه یا خوانندگی یا هر کاری همیشه یه قضیه باعث میشه که شما از یه پله یه پله دیگه برید و این برای من یه چیزی بود که میتونستم به عنوان پیشرفتش نگاه کنم به عنوان یه هایپ بهش نگاه کنم یه چیزی که ایجاد شده و من ازش استفاده کردم و اگر مثلا میخواستم 6 تا آهنگ بدم که این اتفاق برام بیفته با یه آهنگ اتفاق افتاد. دقیقاً. ولی از نظر کانتنت چی میگم من فارسی منم آب کشیده با اون چیزی که کار شعر داره اون مسیجی که شعر متن اصلی هیچ وقت دوست داشتم این اتفاق با یه همچین آهنگی که جنبه فکاهی داره برام اتفاق بیفته. یعنی الان با کارهایی که دارم ارائه میدم یه مقدار خب سمت کاریمو عوض کردم. البته تو همیشه ریتم موزیکات کارات همیشه اون پاپو سعی کردم نگردم پاپ بودنه سعی کردم تو کار نگردم ولی باز دارم خودمو یعنی اون کار وقتی اومد بیرون اون من نبودم. الان دارم کارهایی رو میکنم که بیشتر اون چیزی که خودم در سر دارم یا اون اتفاقاتی که دوست دارم برای موسیقیم بیفته الان اونا رو دارم به نوعی دارم اجرا میکنم و موفق بودن یا نبودنش رو هنوز نمیدونم ولی اگر موفق هستش که باعث خوشحالی باشه من چون که همون راه من دارم ادامه میدم متفاوت تر شاید اگرم نه که به قول من رو خب موسیقی تغییر میکنه با این تغییر باید ببینم که چجوری میتونم خودم رو توی این مسیر جا بندازم. خب وقتی که تصمیم گرفتی خواننده بشی چون برای خواننده جوونی هستی و از نسل دومه شاید موسیقی کشورمون بشه تو رو نام برد میگم برای از نسل دومه چون یه نسل سوم هم داریم که دیگه خیلی جوونتر از شماهان و وارد عرصه رقابت شدن که به نظر من کار اونام خیلی خوبه ولی خب به عنوان یه خواننده نسل دومی مشکلی نداشتی وقتی می‌خواستی کار خوانندگی رو شروع کنی کار موزیک رو شروع کنی با خانواده؟ نه همیشه به قولی
ساپورت میکردن، مخصوصا از طرف مادرم، از طرف تمام خانواده ساپورت میکردن. اولش خیلی جدی نمیگرفتن، میگفتن که اوکی، مثلا مسئله نیست، داره کار انجام میده، خیلی خوبه، از بچگی اینجوری بوده تو کار، به قولی عروف استعدادش مثلا داشته از بچگی. همیشه خب میگن دیگه تو خانواده وقتی باری بزرگ میشی، وقتی سرت کلا تو موسیقیه، یه جورایی از کرکترت، شخصیتت برای اعضای دیگه خانواده شکل میگیره. میگن که خب بابا این اصلا از بچگی کلا همینجوری بود، برای همین چیز جالب، چیز مثلا جدیدی براشون نبود. میدونستن که بالاخره من این مسیر رو میرم، حالا یا الان یا 10 سالگی یا 5 سالگی، میدونستن این مسیریه که من میخوام برم. از بچگی کلا تو موسیقی بودم. برای همین پیانو میزنی فکر کنم؟ پیانو میزنم، گیتار میزنم، ولی حرفه‌ای نمیزنم. به قول آهنگسازیامو خودم میکنم با پیانو یا گیتار، بیشتر با پیانو. ولی خب هیچ وقت حرفه‌ای، به قول معروف، کار حرفه‌ایم نبوده. نوازندگی که من حرفه‌ای نوازندگی میکنم نه، فقط اینکه جنبه آهنگسازی برام داشته باشه و کار خودم بخوام انجام بدم. خودت راجع به کار چی فکر میکنی؟ فکر میکنی که جزو خواننده های چون ببین یه واقعیتیه در مورد همه ما، مثلا هر کسی، حتی شاید حالا نمیخوام بگم بیریخترین یا زشترین آدم، هم توی آینه خودش رو نگاه میکنه باز خودش رو خوب میبینه، یا مثلا الان یه مقدار خوش شدم، اونو خوب شدم. متاسفانه یه چیزی که مردم با خودشون رو درواسی دارن، من سعی کردم این رو درواسی با خودم بذارم کنار. آدم اولین کسی که نمیتونه دروغ بگه به خودشه. من باید بدونم که چی هستم، من باید وقتی آینه خودم رو نگاه میکنم اون چیزی که هستم باید بپذیرم، یا من اینم، خوب یا بد، اینه که هستم و با اون چیزی که هستم راضی هستم و سعی میکنم که بهتر بشم. این اولین چیزی که آدم باید به خودش راست بشه. وقتی با خودت راست بودی خیلی از مسائل جای خودش پیدا میکنه. من هیچ وقت خودم به عنوان یه خواننده خوب نمیبینم. من احساس میکنم هر چیزی که احساسم هست و باید بیان کنم. حالا نه فکر میکنم که صدای خوبی دارم، نه فکر میکنم که استعداد دارم، نه فکر میکنم که اصلا هنرمند خوبی هستم، نه فکر میکنم که اصلا اکت خوبی دارم. من احساس میکنم که خیلی من دارم سعی میکنم چیزی که هستم و اگر خوب یا بد، چیزی که تا حالا به مردم معرفی کردم، دارم سعی میکنم همونو اگر جایی برای پیشرفت باشه بهتر این کار رو انجام بدم. یعنی همش دارم به فردای بهتر دارم فکر میکنم، دارم به کارهای متفاوت‌تر فکر میکنم، دارم فکر میکنم چطوری میتونم شعاب نوعی رو بهتر به مردم شناسایی کنم. میگم که اوکی، من تا حالا این کار رو انجام دادم، شاید مثلا این توانایی هم داشته باشم، نمیترسم از به قولی امتحان کردن کارهای جدید. دوست دارم اگر که برام پیش بیاد خیلی مسائل امتحان کنم، حتی اگه به ضررم باشه، بعضی موقع خوب بعضی موقع بده، ولی خدا رو شکر تا حالا ریسکایی که کردم خدا رو شکر جواب داره تا حالا. خب خوبه. روی استیج چجوری هستی؟ خب یکی از نکات مثبت خواننده بودن اینه که روی صحنه به قول معروف چجوری بتونه روی استیج بهتره کنه به قول معروف. استیج این همه چی با تجربه میاد، همه چی با تجربه است، همه چی با تکرار مکررات. خیلی ها میرن اصلا کلاس استیج که چجوری استیج من خوبی باشن، چجوری صحبت بکنن، چجوری با مردم کامیونیکیت بکنن، ولی این چیزی که کلا همیشه با تکرار مکررات میاد. با تجربه‌ای که خودم دارم از استیج احساس میکنم دارم بهتر میشم روز به روز. یعنی هرچی بیشتر استیج مختلف رو میبینم احساس میکنم خودم با مردم دارم راحت‌تر میشم، خودم با خودم دارم راحت‌تر میشم. مسائلی که روی استیج رو صحبت میکنم، به قولی اتفاقاتی که میفته سعی میکنم که خیلی عادی باشه. هرچی بیشتر این عادی سازی روی استیج باشه صمیمانه تر با مردم هستی، مردم بیشتر این حالت صمیمانه رو ازت میگیرن روی استیج. و اینه که به قولی برگ برنده یه خواننده، یه کسی که مثلا روی استیج داره برنامه اجرا میکنه، که راحت باشه، اون چیزی که هست باشه. و اینم با تجربه میاد، شاید گفتنش خیلی آسونه، ولی کسی که اون پایین داره میبینه احساس میکنه که خب خیلی آسونه، ولی وقتی روی استیج پا میذاری، وقتی اون آدینس، اون کراود و مردم وقتی میبینی، خیلی قضیه فرق میکنه. و اینم اینکه چجوری این قضیه رو بتونی باش دست و پنجه نرم کنی همش با تجربه است به نظر من. من احساس میکنم دارم بهتر میشم، شاید خوب نبودم، ولی احساس میکنم هنوز جای پیشرفت دارم. جای پیشرفته. خب حالا که جای پیشرفت داری، یه سر بریم اتاق فرمان ببینیم بچه ها تو اتاق فرمان برای این بخش، این فاصله کوتاه، چی در نظر گرفتن. باز برمیگردیم ببینیم
چقدر میخوای پیشرفت کنی؟ بری اون بالا یا نه؟ در این قضیه سه یه موقع فکر نکنیم ما در رابطه با چیز دیگه ای داشتیم صحبت میکردیم که مثلا سه بود سه شد مثلا نه این دوربین شماره سه کارگردان ما معمولا وقتی من ارتباط میدم با اتاق فرما با دوربین شماره یک میدم محبت کردن آقای کارگردان خلاقیت به خرج دادن با دوربین سه دادن این دفعه الان هم سه است یعنی در واقع یعنی دوربین شماره سه است تصویر سه نیست به خاطر اینکه تو نشستی توش پنجه پنجه قربونت مرسی لطفت پنجه نظر من عدد قشنگی هم من بعد 20 بهت میدادم قربونت خب پنج شماره فیوریت پس آره عدد مورد علاقه من عدد مورد علاقه تو چی؟ من 13 چه میخوای متفاوت باشه مثلا نه 13 میشه باشه من خوشبین بوده واقعا؟ جدی دیگه چه خبر؟ چند تا بچه این تو خونه؟ 8 8 بچه خراجبی میخواستم برم شاخه شاخه بکنم اینجا برسم آره واقعا این شاخه نیست برمون دمی جنگل هشتا بچه هشتا بچه منم هشتمی هم تحتقاری هستم آره تحتقاری هستم پنج تا خواهر دارم دو تا برادر بعد این دو تا برادر زن هم دارن؟ برادر بزرگی هم فوت کرده خدا رحمتش کنه؟ من اون موقع 10 سالم یه برادرم که انگلیس زندگی میکنه دو تا بچه داره نه لحاظ خواهر زن خواهر شوهر و از این مسائل خانوادگی داشتم در نظر خواهر شوهر که ندارم بله تو نداری تو نداری نداری واقعا تو خواهر شوهر نداری یعنی واقعا این 5 تا خواهر خواهر شوهر نه ولی شوهر خواهر دارم راست میگی من تو آره دیگه خواهر شوهر آره خواهر شوهر نداره بابا نه چرا حرف میزنید دهن بچه چرا تهمت میزنید پسر بین پشتی پیرو خواهر شوهرش کجا بود آره شوهر خواهر داری آره آره خب 5 تا خواهر من 5 تاشون ازدواج کردن تو موندی دیگه این وسط دیگه یا تو هم یه کاری کردی تو همون 13 جان من نه من به قول معروف هنوز مجرد هستم پس بچه ها اگر دوستان و علاقمندان تمایلی دارید میتونید نه تو رابطه نه تو رابطه هستم البته نه تو رابطه رابطه 4 ساله هستم جدا خیلی هم راضی ام همیشه هم خوبه خب بزنیم به تخته ولی خب هنوز تصمیم به ازدواج نگرفتیم ولی خب یعنی ما هر کاری میایم بگیم یا هر یه تیری که میزنیم یه جوری زیر پای ما رو خالی میکنه خب خوبه بعد راجع به خانواده داشتم میگفتم آره بگو آره 7-8 بچه ایم میخوای بگی چه جوری 7-8 بعد یاله اینجاست که بین من و برادرم که قبل از من بالی هفتمیه نگو 10 سال 9 سال فاصله سنیه یعنی تا من میشه آره شد آره دیگه اون دور برای 10 سال ترنه عجیبه یعنی تقریبا میشه بود اون موقع عجیب نبود الان عجیبه الان عجیب شده آره الان دیگه بیشتر یکی دوتا نمیبینی این برمار اصلا یکی هم به فهم میگم ما شناسنامه نمیدم به دیگه اینه چون این دیگه متاسفم این دیگه این جزو خانواده محسوب نمیشه بذارین دمی در آره اون موقع چیز نرمال بود بعد خب الان دیگه اینجوری نیست پس میشه گفت با بزرگترین خواهرت الان بزرگتر من خواهر زادم از من بزرگتره آره دایی بیا بارو اینجا ببینم اصالتا نهر کجا این؟ اصالتا من پدرم اهل نهاونده مادرم عراقی ولی خودم دنیا آمده و بزرگ شده تهرانم کی رفتی از ایران؟ از ایران سال 97 از ایران اومدم بیرون به قصد؟ به قصد آمریکا اومدم نه به قصد خواننده شدن اومدی یا به قصد نه به قصد خواننده شدن نیومدم تو موسیقی بودم به قولی خیلی اصلا با موسیقی یه جوری زندگی میکنیم بزرگ میشدیم دیگه از بچگی اصلا تو این سیستم بودم اصلا ولی خب نه به قصد خوانندگی نیم اصلا تحصیل اومدم به قولی مثل همه تحصیل کردی اون وقت؟ آره من مهندسی رو توی کامپیوتر انجینیرینگ گرفتم بعد همین الانش هم شاغل هم هست جدا کار میکنی جدا از آره. تو دقیقا یک پسر نمونه هستی برای چرا چون مادر پدر رو همیشه اگر ببینن بچهشون یعنی میگم برو مهندس شو دکتر شو وکیل شو و خواننده هم بشو نه من هر جفتش رو دوست داشتم یعنی از همون سن 14-15 سال که بودم توی مدرسه تو دبیرستان بودم همیشه کامپیوتر دوست داشتم یعنی دوست داشتم این شاخه رو علاوه بر موسیقی و فعالیت‌های هنری که تو مدرسه داشتم خب پس نشون میده که جوونی که من جوونی بودم تو مدرسه بودم کامپیوتر نبود آره آره
بعد این نکته مثلا نمیدونم کامپیوتر چی بود که بعد دوستش می‌داشت. آتاری رو ما می‌شناختیم اون موقع دیگه خیلی کامپیوتر سال 1981 اومد دیگه همه تو دستشون کامپیوتر بود. خب دیگه اون سال 1981 من فکر کنم ده سالم بود دیگه 10 سال. آره بابت نمیاد اصلا. بزن به تخته. بزن به تخته. شما هم بزنید تو خونه. آقا بزن. منم اینجوری میمونم به این خوش تیپی. تو که خیلی خوب موندی والا. هرچی که گذر زم. خیلی خوبه. اصلا خیلی قشنگه موی سفید. والا من یه خواننده رو میشناختم. حالا اسمشو نمیارم اینجا. صبح و دور شب با از این رنگای رنگ روغن. موهاشو سفید میکرد. سعی میکرد سفید کنه میرفت ویدیو کلیپ ضبط میکرد. نه. بعد ما هفته بعد میدیدیمش میدیدیم این روز سرش میگفتیم هنوز نرفتی هنوز تو یه سر نه ما هر روز موه سفیر رو تو آینه میبینی و میریم از هر کوچه رنگمو میخریم میایم جدی کارش نه نکن این کارو بذار باشه ولی باز خوبه مثلا خرجمون مثلا 13 14 دلار بیشتر نیست خدا رو شکر که 4 تا مو به سرمون هست نه موها که ماشاءالله خوب شده حالا همیشه میگن که خب موات سفید شده چقدر زود موات سفید من 18 سالگی موام سفید شد هر کی میبینه چند سالته شما؟ فکر کنم نزدیک 40 داشته باشی. و قربونت برم چی دیدی که فکر می‌کنی من نزدیک 40؟ آره موی سفید. برای این خب میگم مثلا سنای بالا که مثلا میخوان دلداریت بدن. اشکال نداره خوب مو داری، خوب ما در کچل نیستی. گفتم آره واسه خوب حداقل خرج 13 14 دلار بشه یه رنگ اون سر کوچیک خیلی کارت رو بندازی. ولی نه خوبه به نظر من اگه بذاری اگه همش سفید بشه خیلی باحال میشه چون صورت جوونه موهات اگه سفید ولی بشه ولی احساس میکنم هنوز جا داری هنوز فکر میکنم یه چند سال دیگه جا دارم که بخوام همش چون همه موهام سفید الان همین الانش این بغلای سفیده و اینجاش نه من موهام کلا سفیده رنگش گری یعنی من موهام اینجای موهام چطوری الان من همه موهام اینجوریه خب من قسمت‌های دیگه رو رنگ میکنم این قسمت رنگ نمیکنم به خاطر اینکه اول اینجا سفید شد بعد دیگه اینجا رو گذاشتم بمونه رنگ نمیگیره یا رنگ نمیگیره نه رنگ نمیکنم به خاطر اینکه از اول اینجا شروع شد سفید شدن میخوام اون ترند رو اونجا که شروع شده رو میخوای نگه داری آره آره چرا بقیه نباید سفید میشد باهاشم صحبت کردم گذاشتی منو سر کار یادت جدی میگی نه یه تیکه سفیده یا آره نه این بقیه نه میشه گفت همش سفید کردی خود سفید اینجوریه اینجوریه ولی خب اینجا مو میشه سفید شد ولی خیلی جالبه خوبه آره یه فیلمی بود رضا کیانیان بازی میکرد نقش اسرائیل رو داشت به هر حال میخوام بگم اینجاش دقیقاً سفید بود آره اینجاشو سفید کرده بود مال کمال تبریزی بود کارگردانش کمال تبریزی بود اسمش یادم رفته ولی همینجوری بود جدی آره خیلی باحال بود حالا خواستم بگم که اگه تو هم میخوای نقش خوبی و بدیه استایلی که دارن امتحان میکنن نه خوبه به نظر من داری امتحان امتحان که دیگه وقتی اینجوری بیدیگه نمیتونه امتحان کنه دیگه من از الان دو دل موندم که تو الان رنگ کردی رنگ نکردی مال خودت نه مال خودمه رنگ نکردم دارم میگم بیشتر موهام نمیگم سفید ندارم سفید دارم ولی خب مثل اینجا نیست برای همین یه سوال که ذهن منو چند وقتی خودش مشغول کرده راجع به کارهای تو این که زنگ میزدی خب آره خیلی خواستم نمیتونستم بخوابم شب تا ساعت بیدار میشدم جیغ زنان خیس عرق هر بله شما تلفن منم نداره اصلا آره ایمیل الان دیگه عصر فیسبوک کی به کی زنگ راست میگه راست میگه من مسیج هستم میبینم ولی میخوام جواب بدم ندم آره خوب میکنی جواب ندم من خواهرم از اومده بود دیدن ما بعد اون مثلا توی اتاق نشیمن نشسته بود من توی اتاقم بعد یه دفعه میدیدم ایمیل اومده واسم باز میکردم میام خواهرم میگفتش که مداد تراش دارین توی خونه مثلا میگفتم از اونجا به من ایمیل زدی و راجع به مثلا خب بیا بپرس یا داد بزن همه چی الان تغییر کرده نه الان که دیگه تکست مسیج دارم میفرستن از این اتاق به اون اتاق یه پارچ آب برده بیا یکی از آهنگایی رو که تقریبا بازخونی کردی کار هایده بود بزن ترک امشب باز دلم از دنیا گرفته بزن تو رو بزن تا بزن تا بخونم با تو آواز بی خریدار بزن تو رو بزن تا کار قشنگی هم بود تو هم خوب اجرا کردی فقط میخوام ببینم چجوری برای کار یه خواننده بزرگ یک اسطوره موسیقی رو
بازخونی کردن. چجوری به خود اجازه دادی همچین کاری رو کنی؟ جرأت کردی. جرأت کردی. دقیقاً. چجوری جرأت کردی؟ پاشو برو میشه. جرأت کردی. همین. نه. این کارو من البته این کار فکر کنم سال 2011 اومد بیرون اگه اشتباه نکنم. آره من از اون موقع ندیدم. بعد خیلی وقت پیش این کار آماده بود. یعنی این کارو ما خودم دمو درست کرده بودم چون من کارای خودم رو توی خونه یه استودیو دارم که کارامو قبل از اینکه بیاد بره توی پروداکشن اصلی این کارا رو من خودم دمو درست میکنم توی استودیوی خودم. خب بعد همونجا هم با میکروفون میخونم. بعد نگاه میکنم ببینم خب کار جواب میده یا نه، یعنی خودم با کار اوکی هستم، هپی هستم یا نه. بعد اگر خوب باشه، خودم باشه، اعتماد برقرار بکنم، میرم برای پروداکشن که کارا رو انجام بدیم. کار خانم هایی دارم با اینکه خیلی خوب اجرا شده بود، با اینکه همه چی خیلی قشنگ چیز شده بود، ولی باز اون اعتماد به نفس رو نداشتم که بخوام شهاب جدید رو بیام به مردم شناسایی کنم، بگم که این شهاب این کارم مثلا بلده انجام بده، این کارم شاید بتونه انجام بده، شاید توانایی اینو داشته باشه که یه سری کارهایی در این هیته مثلا بره تو این استایل ژانرهای مختلف کار کنه. ولی یواش یواش همچین که جرأت پیدا کردیو با پوریا نیاکان کار میکنم، از پرودوسرهای خیلی خوبیه که دوست بسیار خوبی، همین که خیلی وقت با هم داریم کار موسیقی و کار تنظیم و پروداکشن انجام میده، گفت شهاب این کار خیلی خوبه، من نمیدونم چرا دوست نداری این کار انجام بدی. نه اون، بلکه خیلی کسای دیگه که تو موسیقی بودن این کار رو، حتی بعضی از خواننده ها که کار رو شنیده بودن، کار وقتی پروداکشن رفته بود کار رو شنیده بودن و کار راضی بودن. این یه مقداری به من شروع کرد اعتماد به نفس دادن که خب کار میتونه خوب باشه، ریسک پذیر باش، ببین چی میشه. این کار رو ما دادیم بیرون بعد از 2 سال با خودمون کلنجا رفتن. من هیچ وقت به عنوان رقابت که این که مثلا من میتونم این کار رو بهتر انجام بدم اصلا نزدیک اون کار نمیشه رفت. من اصلا تو اون قضیه فکر نمی کنم. ما این کار رو به عنوان ریمیکس فقط به عنوان این که امتحان بکنم ببینم ریسپاند مردم چجوریه، فیدبک مردم چجوریه. و خوبم بوده. خدا رو شکر خوب بود. خدا رو شکر. نمیتونم بگم 100% خب 100% خب خیلی ها با این کار بزرگ شدن، خیلی ها بچگیشون رو تو این کار دیدن، خیلی ها خاطرات کودکیشون تو این قضیه است. نمیشه با این کار شوخی کرد. هنوزم که هنوز خیلی اوکی نیستن، آقا شما اصلا نباید این کار، باید این کار اصلا نباید این کار اجرا می‌کردی. درست هم میگن، نباید شاید من این کار اجرا می‌کردم، ولی اصلا برای چه کاری کردی آخه؟ آره واقعا، ولی خودم منم اصلا اشتباه کردم پرسیدم، خودم اوکی هستم با این قضیه. نمیتونم بگم این کار خوب، من اصلا نمیتونم بگم این کار خوب خوندم، اشتباه کردم، ببخش، من معذرت میخوام، منو ببخش، من اشتباه کردم. اگه ازت بپرسم تو تمام اتاق فرما گفتن چقدر جدی شد، چقدر نمیاد بهش اینقدر جدی، من اصلا این کارو نکردم، اگرم کردم داداش خوب کردم. ولی نه باز میخوام راجع به ولکام قضیه رو یسی میپرسی تو تشه پست، خب مثلا بلند میشم میرم، من تسلیم میشم، من تسلیم، من تسلیم. میخوام باید یه بازی بکنم. خب هر کی ببازه هر چی من بگم بعد انجام بده. باشه قبول. کاری نداری؟ قبول. بچه بریم سراغ بازی برنامه. نه مسابقه فلیپ کاپ یا بریم خارجیم فلیپ کاپ میگیم لیوان برگردونه اسم. خب ببین چجوری من ترجمه میکنم، لیوان برگردون، برگردون میزنه مثلا رونالدو و مسی همین جوریه، ولی با انگوش میزنیم بر این چیزو لیوان. البته سینا میگه من این کار قبلا یه بار بیشتر نکردم، ولی من باور نمیکنم، حرفه‌ای داره صحبت میکنه. نه واقعا آقا اگه میخوای یه کاری برات بکنم بگو برم انجام بدم، قربونت برم. بعد بخونی واسم یه دهن، یک دهن یه کوچولو واسم میخونی، پس جمع کنیم بریم. یعنی اینجوریه، تو ما داشتیم خواننده اینجا اومده گفته من نمیخونم چون بندم همرام نیست، ولی چون تو هم بند تو دیدم همرات، هم بقیه چیزا دکمه هم داره. تاره اوکی، بند دکمه پیره همه چی دمراته، مجبوری بخونی. خب اینا رو میخوری؟ تو از اون میخوای شروع کنی؟ خب باش تو از اون. نه از همون باش شروع کن. اشکال نداره. من از این شروع میکنم. تو از اون شروع کن. هر کی زودتر تموم کرد. لیوانو میخوریم. میذاریم این لبه. میذاریم زیرش برمیگرده. بعد برگردن اینجوری قشنگ بیاد رو میز. دقیقاً. باری کلا. وایسا. 3 2 1 بعد بزنیش. بعد وایسا. جون شما درست کن. شهاب. وقت ندارم
خونه یکی کسیفه. بعد دقیقا صافش کنید تو آخری رو بشه. آه من بردم میگه. نه بردی. آخری رو بزن. یه زدم دیگه. به داوانس میدم. به داوانس میدم. به جون تو. آخری رو به داوانس میدم. یعنی اینجور رو بزنم؟ بزن میدم. نظر. خودم به داوانس دادم. آقا بردم دیگه. آمان صدم چیه؟ چه جذبه میکنی؟ آقا دوربین رو ببر اون بخواهی بینجا بریم چی بخونیم؟ چی بخونیم؟ بخونیم چیه؟ من بلد نیستم بخونم که تمتی میگی چی بخونم؟ چی بخونم؟ میگی باید میخونم اوکی بخونم برو بریم منتظر نست بریم چه ریتمی؟ 6-8 وقتی میای با لبخند آب میشه تو دلم خند نمیشه از تو دل کند نمیشه دل کند تا میشه از جلوم رد میگم ببین کی اومد ما رو دونست قابل یه دل نصد دل همه میدونن عاشقتم من همه میدونن همه میدونن حاضری؟ من که نبا و چشم و نگاتو گردی اون صورت ما تو به همه دنیا نمیدم نه من که لبا و چشم و نگاتو گردی اون صورت ما تو به همه دنیا نمیدم نه دمت یا صورت گرد من و لبای قلبه من صورت گرد من و دیگه چی هم بود؟ چشای شهلا قربونت برم هر حسام دارم دوستان عزیز من همچنان در خدمت شما هستم برم با شهاب خدمت بچه های اتاق فرمان برسم میام خدمت شما بریم بزنیم حالش اونجا بیم بخش یعنی دیگه هیچ انرژی برام نمونده و امیدوارم که این برنامه یه ساعته ای که براتون با یک هفته رژیم مخصوص غذایی که میخواستم خیلی زیرپوستی برای این برنامه اجرا کنم در نظر گرفتم به هر حال امیدوارم که من رژیم غذایی و همه کسایی که تو این برنامه با من تو رژیم غذایی شریک بودن و کمک کرده بودن و در انتها میخواستم از همه تون خداحافظی کنم و تشکر کنم از اینکه هشتگ‌ها رو هیچ وقت استفاده نمی کنید و فیسبوک و توییتر و اینستاگرام هم واقعا قابل استفاده نیست براتون نمیدونم چرا و خیلی چیزهای دیگه و برای خدا حافظ. شماها yeah.